بخش یازدهم تولد اسرائیل آمدن یونانی ها و حاکمیت یونان بر فلسطین 332 تا 142 قبل از میلاد تمامی قدرت هایی که که کنون بر فلسطین حکمرانی کرده بودند از شرق آمده بودند آشوریها، ها، بابلی ها،, هیتی ها،, ایرانی ها، حالا مصر را اگر استثنا نماییم همه آنها از شرق بودند یونانی ها در حقیقت نخستین قدرتی بودند که از غرب یا آنچه که امروز اروپا مینامیم به خاورمیانه از جمله فلسطین آمده و منطقه را به اشغال خود درآوردند آنان یعنی یونانیها یک تفاوت مهم و بارز و تا حدودی سرنوشت ساز با سایر اشغالگران فلسطین داشتند نه ایرانی ها نه آشوری ها و یا بابلی ها از نظر فرهنگ و تمدن چندان بالاتر از یهودیان نمی بنابراین آثار تمدنی چندانی در دوران حکمرانیشان بر فلسطین از خود خیلی بر جای نگذاردند یهودیا کمتر تحت تأثیر فرهنگ و تمدن آنان قرار گرفتند اما اشغالگران جدید یعنی یونانی ها این گونه نبودند تمدن یونان باستان در دوران خودش تمدنی بسیار غنی بود تمدنی که توانست بر سرنوشت غرب اروپا و بشریت هم اثر گذار باشد بنابراین و به گونه اجتناب ناپذیر یونانی ها در اوج شکوفایی تمدنیشان هر سرزمینی را که به تصرف خود در میآوردند لاجرم آثار تمدنیشان چه میخواستند چه نمیخواستند در آنجا شروع به رشد و گسترش مینمود این پدیده یا استراتژی که نام درست تاریخی آن هلینیزه کردن می باشد هلنایزیشن را ما مسامحتا در این بخش به یونانیزه کردن ترجمه کردیم یعنی تلاش در جهت گسترش فرهنگ و تمدن یونان باستان در سرزمین های فرد شده یونانی ها فقط در امر مملکتداری و ایجاد شهرهای جدید پولس یا پولیس و تغییر شهرهای فعلی سرزمین های دیگر با الگوی دولت شهرهای یونان باستان اصرار نمیورزیدند. بلکه مهمتر از آن اصرار زیادی بر گسترش فرهنگ و تمدن یونان باستان اعتقادات فلسفی اخلاقی اساتیری و متافیزیکی آن داشتند با تأکید بر روی این نکته مهم که آنان این تغییر یا تبدیل فرهنگی و تمدنی را به ضرب شمشیر یا به کارگیری قوه قهریه دنبال نمی کردن. بلکه سعی می کردن با نشر و گسترش فرهنگ یونانی زمینه گرویدن مردم سرزمین های فتح شده را به تمدن یونان هموار نمایند. حاجت به گفتن نیست که فرهنگ و تمدن یونان باستان به هر حال از بسیاری جهات بسیار, بسیار پیشرفته بود و این خود کمک میکرد تا مردمان سرزمین های فتح شده بل اخص اقشار و لایه‌های باسوادتر، شهرنشینتر و مرفه داوطلبانه به سمت فرهنگ و تمدن یونان تمایل پیدا نمایند. و این دقیقا اتفاقی بود که در میان یهودیان نیز افتاد. فلواقع و به تعبیری میتوان گفت که اشغال فلسطین توسط یونانی‌ها در دو به مراتب بزرگتر و جدیتر را برای یهودیت ایجاد کرد که حجوم های آشوری ها و بابلی ها که حتی منجر به فروپاشی کشورشان و تبعید رفتن آنان شده بود برایشان نتوانسته بود به وجود آورد ازمهلال دو کشور یهود از ازمهلال کامل یهودیه و ویرانی بیت المقدس و بعد هم اخراج یهودی از آن سرزمین همانطور که دیدیم به مستاق عدو شباب سبب خیر اگر خدا خواهد گردید و باعث تقویت و نهادینه شدن یهودیت شد یهودیت در تبعید دچار تحول بنیادی از نظر اعتقادی گردید و همانطور که در بخش پیشین دیدیم یهودی هایی که از تبعید بازگشتند در حقیقت از نظر اعتقادات مذهبی به مراتب قرصتر، محکمتر، پیشرفتهتر و متحول از یهودی هایی شده بودند که در اسرائیل یا یهودیه همچنان باقی مانده بودند. اما آمدن یهودی ها این گونه نبود یا این گونه نشد. شاید سخنی به اقراق نرود اگر گفته شود که فرهنگ، تمدن و اندیشه های یونان باستان تأثیرات بلند مدت و عمیقی بر جهان بینی تفکرات و اعتقادات یهودیان گذار تأثیر و تأثیراتی که بخشای از آن را بعدها ما در مسیحیت که در حقیقت از دامن یهودیت برمیخیزد مشاهده می فاتح جدید فلسطین اسکندر مقدونی 22 ساله بود شخصیتی که بدون تردید از نظر نظامی یک نابغه بود اما بعد از نبوغ نظامی و مدیریت اداره امپراتوری که مرزهای آن از هند تا مصر گسترده شده بود، ویژگی دیگر شخصیتی اسکندر عشق، علاقه و اعتقاد فراوانش به گسترش فرهنگ و تمدن یونان بود. عشق و علاقه و تعصبی که در میان بسیاری از سرداران و جانشینان او نیز وجود داشت. او در سال 332 قبل از میلاد توانست ایرانی ها را شکست کامل دهد و از جمله تمامی سرزمین های ای امپراتوری ایران آن روز را به علاوه آسیای صغیر یا ترکیه و مصر را هم زمیمه امپراتوری پهناورش نماید یونانیزه کردن اسکندر بیشتر در دو جنبه به چشم میخورد او با پشتکار زیادی در طی ده سال فرمان رواییش بر خاورمیانه و مصر موفق شد 25 شهر به سبک شهرهای یونان باستان ایجاد نماید مهمترین آنان در مصر است که ما امروز آن را به نام بندر معروف و تاریخی اسکندریه میشناسیم بود دیگر یونانیزه کردن او در تشویق سرداران و لشکریانش با ازدواج و زنان و دختران اعیان و اشراف مناطق فتح شده بود مرگ نابهنگام اسکندر در سن سی سالگی امپراتوری عظیم و پهناورش را با بحرانی پیش بین نشده روبرو ساخت جانشینان او از یک سو با رقابت درونی میان خود روبرو بودند و از سوی دیگر میدانستند که اگر آن رقابت جدی و طولانی شود از آن امپراتوری بزرگ لاجرم چیزی باقی نخواهد ماند بنابراین راه اقلانی پیش گرفتن به این معنا که از نظر مدیریتی امپراتوری بزرگ و پهناور اسکندر را به سه بخش تقسیم کردند و در هر بخش یکی از سرداران اسکندر به نام امپراتور به قدرت رسید آنتیگونوس فرمانروای یونان سولوکوس فرمانروای آسیای صغیر و شامات و بالاخره پتولمی فرمانروای مصر و فلسطین شد نخستین ویژگی فرمانروای مصر و فلسطین آن بود که او هیچ تمایلی برای گسترش سرزمینش نداشت در عوض او از همان ابتدا به سمت استراتژی یونانیزه کردن منطقه تحت قلم روش رفت. جانشینان پتولومی یا خاندان پتولومیها ها مجموعا 130 سال یعنی تا 200 قبل از میلاد بر فلسطین فرمان کردند در یک نگاه کلی می توان گفت که این 130 سال دوران نسبتا آرامی بود دورانی که از نظر صنعتی، کشاورزی و تجاری یهودیان فلسطین پیشرفت های خوبی کردند روابط یونانی ها در مجموع با یهودی ها آرام بود یونانی ها دخالتی در امور مذهبی سلسله مراتب دینی و نحوه توضیح قدرت در حرم روحانیت یهودی نداشتند. مرکز حکومت بیشتر در مصر قرار داشت و یهودیا از خودمختاری نسبتاً وسیعی در فلسطین برخوردار بودند. و بالاخره میبایست اشاره کرد که شماری از یهودی ها در ارتش یونانی ها وارد شده و از آنجا که بسیاری از آنان از سواد برخوردار بودند چه در فلسطین و چه در مناطق دیگر وارد کارهای دیوانی و حکومتی هم شدند با این توضیحات به نظر نمی رسد که دیگر مشکلی برای یهودی ها به وجود آمده بوده باشد اما این گونه نبود یونانی های حاکم نوعا به مردمان سرزمین های تحت فرمان روایشان به چشم وحشیان یا بومی هایی که میبایستی متمدن شوند مینگریستند. تمدن نیز همان گونه که گفتیم شامل اعتقادات، سنت ها و راه و روش های زندگی یونانی میشد. این قاعده کلی شامل یهودی ها نیز میشد. منتها همان گونه که پیشتر گفتیم راه متمدن نمودن دیگران را یونانی ها به ضرب شمشیر یا تغییر روش زندگی و عقایدشان نمیدانستند بلکه راه آن را از طریق وارد کردن الگوهای فرهنگی خود در سرزمینهای فتح شده میدانستند نمادهای فرهنگی و تعلیم و تربیتی یونانیان همچون ژیمنازیوم تاعاتر قهوه کاباره و کلوپ های تفریحی، مشروب خاری و روابط جنسی در شهرهای مختلف از جمله در بیت المقدس از جانب یونانی ها تأسیس شدند. در ابتدا مشتریها یا مراجع کنندگان به این اماکن بودپرستان و غیر یهودی ها بودند. اما حاجت به گفتن نیست که یهودی ها هم به تدریج به این اماکن آمد و رفت پیدا کردن ابعاد دیگر یونانیزه کردن شامل زبان یونانی آرا و عقاعد یونان باستان بود بعد نوبت به ادبیات شعر موسیقی مجسم سازی و سایر هنرهای یونانی می رسید البته تجارت را نیز نبایستی از قلم انداخت در بازارهای بیت المقدس و سایر شهرهای فلسطین تجار یهودی همکاران یونانی جدیدی پیدا کرده بودند که بیش از آنچه که رقابت میانشان باشد همکاری بود چرا که یونانی ها برای نخستین بار تجار یهودی را متوجه بازارهای جدید غرب یا اروپای امروزی نموده بودند آنقدرها طول نکشید که زبان یونانی به صورت زبان دوم بسیاری از یهودی های عیان و اشراف و نخبگان جامعه فلسطین درآمد یهودیا فقط برای گسترش تجارت مملکتداری همکاری با حکام و فرمان روایان یونانی و سایر ارتباطات با حکام و اربابان یونانی خود نبود که مجبور بودند زبان یونانی را فرا گیرند بلکه به تدریج متوجه می شدن که برای دستیابی به گنجینه عظیم ادبیات، فلسفه، هنر، ریاضیات، پزشکی و سایر علوم یونان باستان مجبورند مسلط به زبان یونانی شوند. به تدریج بسیاری از یهودیا برای خود حتی نام یونانی هم برگزیدند. آنقدرها طول نکشید که رسوم اجتماعی، اخلاقیات برخی قوانین و مقررات و بسیاری از اعتقادات و هنجارهای فرهنگی یونان وارد روح و جسم یهودی ها شده بودند. همانطور که بسیاری از جنبه های تمدنی و فکری اروپاییان برای بسیاری از مسلمانان چه در گذشته و چه امروز الگو است و مورد تمسک قرار میگیرد جنبه های مختلف فرهنگی و تمدنی یونان باستان نیز با استقبال یهودی های فلسطین روبرو گردید و همانطور که بسیاری از ایرانیان و مسلمانان حین فراگیری فرهنگ غربی کم و بیش اعتقادات اسلامی خود را حفظ می کنند بسیاری از یهودیان نیز علا رقم پذیرش جنبه های مختلف تمدن یونان همچنان یهودیت خود را حفظ کرده بودند و همچنان که برخی از متفکرین و نخبگان فکری مسلمان سعی کردند تا تلفیق میان اسلام و مدرنیته برقرار نمایند برخی از یهودیان نیز تلاش کردند تا تلفیق میان آرا و عقاعد یهودیت با فلسفه جهانبینی و تمدن یونان به عمل آورند و بالاخره همچنان که برخی از مسلمانان رادیکال و بنیادگرا غرب و فرهنگ و تمدن آن را سم مهلکی برای اسلام و مسلمین میدانند شماری از یهودیان فلسطین در قریب به 2300 سال پیش فرهنگ و تمدن یونان را سم مهلکی برای یهودیت دانسته و سرانجام برای زدودن و جلوگیری بیشتر تأثیر و نفوذ فرهنگ و تمدن از دید آنان مخرب یونانیت بر یهودیت به مبارزه و قیام علیه یهودی های به تعبیر امروزه اصلاح طلب لیبرال دگرندیش یا قرض زده یا غربگرا از یک سو و از سوی دیگر علیه عامل اصلی نفوس فرهنگی تمدن یونانی یعنی حاکمیت یونانیان برخواستند. قیام مکابی ها و تشکیل کشور دوم یهود 143 و و قبل از میلاد اختلافات دینی قومی سیاسی و غیره همانطور که دیدیم در جامعه یهود همانند همه جوامع امری کم و بیش رایج و طبیعی بود پیشتر اشاره کردیم که یکی از ریشهدارترین این اختلافات میان یهودی های شمالی یا ها، اسرائیلی ها یهودی های جنوبی یا ساکنین یهودیه بود و باز اشاره داشتیم که بر آن اختلاف ریشهدار و کلاسیک اختلافات جدیدی که پس از بازگشت یهودی های بابلی از تبعیض به بیت المقدس به وجود آورده بود نیز اضافه شدند یعنی اختلافات میان یهودی که از تبعید بازگشته بودند با یهودی هایی که همچنان در بیت المقدس باقی مانده بودند اما منازعات و اختلافات درون دینی به هیچ روی در حد و اندازه ای نبودند که موجودیت اعتقادی، فرهنگی و تمدنی یهودیت را مورد تهدید قرار دهند در حالی که اختلاف جدید که ریشه در اختلافات فرهنگ و تمدن یونانی یا هلنیزه داشتن بسیاری از اصول شالوده مبانی و بنیانهای یهودیت را به لرزه درآورده بود جامعه یهودی از یک قرن حاکمیت یهودیا بر فلسطین و درستتر گفته باشیم در نتیجه نفوذ و تأثیر بیعوان فرهنگ تمدن جهانبینی اخلاقیات آرا و عقاید هنر یونانی ها عملا دو پاره شده بود در یک سو مخالفین تلفیق و یا هر گونه برداشت و نزدیکی میان جهانبینی یهودیت و جهانبینی یونانی قرار داشتند این دسته از یهودی ها به نام سادوسی ها معروفند آنان را با اندکی تسامح میتوان معادل تندروان مذهبی بنیادگرایان یا اصولگرایان امروزی خودمان دانست در مقابل آنان یهودی های اصلاح طلب یا فاریزی ها قرار داشتند همانطور که امروزه اسلامگرایان رادیکال مسلمانان دگرندیش نسبیگرا و متمایل به غرب را غرب زده التقاطی منحرف لیبرال و غیره مینامند یهودیهای متعصب و رادیکال نیز همکیشان خود را که خواهان تعامل و نوعی تلفیق میان یهودیت با فلسفه و جهانبینی هلنیزم بودند را بعضا منحرف بدعت گذار، خارج شده از دین و امثال هم می آرا و اندیشه های افلاطون، افلاتون، فلسفه اخلاق اپیکور و نیکوماخس آنچنان مورد توجه نخبگان یهودی قرار گرفته بود که اطلاق لفظ اپیکوروس تا به امروز در زبان عبری به معنای بیدین یا منحرف از دین می باشد تهاجم فرهنگی در گیومه تهاجم فرهنگی یونان فقط باعث به وجود آمدن واکنش های مذهبی میان یهودیان متدینتر و تر نشده بود به موازات جپگیری های مذهبی میان یهودی های نسبیگرا یا یونانیگرا از یک سو و یهودی های بنیادگرا یا اصولگرا از سوی دیگر یک جریان نیز به تدریج در آن میانه در حال شکلگیری بود این جریان که ما در تاریخ آنها را به نام حاسیدین ها میشناسیم ریشه منازعات و اختلافات شدید دینی که میان یهودیان به وجود آمده بود را در حاکمیت یونانی ها بر فلسطین میدانستند بنابراین معتقد بودند برای جلوگیری از گسترش شکاف و دودستگی بیشتر میان یهودیها می هر زودتر بر حاکمیت یونانی ها بر فلسطین پایان بخشید این درست بود که یهودی ها در فلسطین از یک خودمختاری کامل سیاسی و مذهبی برخوردار بودند اما واقعیت آن بود که انسجام و نزدیکی گسترده میان حکام یونانی با مقامات محلی سیاسی و مذهبی یهودی در فلسطین شکل گرفته بود بنابراین جریان ناسیونالیزم یا حاسیدین ها جدای از مخالفت و تعارض با فرهنگ و تمدن یونانی و روند یونانیز کردن یا یونانیز شدن یهودی ها راه چاره را در استقلال کامل فلسطین از سلطه امپراتوری یونانی ها می پنداشتند ضمن آنکه این تحولات در میان یهودی های فلسطین در طی آن صد سی سال حاکمیت خاندان یونانی پتولومی ها در جریان بود و رفته رفته از عمق جامعه به سطح می رسید دسته دیگری در گیری سیاسی در سطحی بالاتر میان خود حکام یونانی نیز شکل گرفته بود. منشه این اختلافات عبارت بود از رقابت میان سلوکی ها یا حکام یونانی در دمشق و پتولومی ها یا حکام یونانی که در مصر حاکمیت داشتند. هسته مرکزی رقابت میان آنان بر سر فلسطین بود که فلواقع در میانه آن دو قدرت قرار گرفته بود جدای از موقعیت ژئوپلیتیک آن که در میان دو امپراتوری واقع شده بود فلسطین به هر حال منطقه جمع و جور و در عین حال از نظر اقتصادی به نسبه مرفه و ثروتمند بود بدون تردید میزان مالیات و درآمدهایی که از فلسطین راهی خزانه مقامات یونانی در مصر میشد آن را همواره هدف مطلوبی برای تسلط مقامات یونانی در شام درآورده بود رقابت میان سلوکی ها و پتولومی ها سرانجام پس از یک قرن در دویست قبل از میلاد به پایان رسید آنتیوکس سوم پادشاه مقتدر سلوکی که در تاریخ به نام آنتیوکوس کبیر مشهور است موفق شد فلسطین را پس از 125 سال فرمان روایی ها از مصر جدا ساخته و زمینه قلمرو پادشاهی سلوکی ها در دمشق نماید او البته تغییر خاصی را در فلسطین و برای یهودیها ایجاد نکرد آنان همچنان از خودمختاری کامل حکومتی و دینی برخوردار بودند. اما آنتیوکوس یک تفاوت مهم با فرمانروایان قبلی داشت. او به یونانیزه کردن سرزمین های تحت امرش اعتقادی عمیقتر و جدیتر از فرمانروایان پتولومی داشت. این یونانیزه شدن یا هلنیزاسیون با جدیت بیشتری از اواخر سده دوم قبل از میلاد دنبال گردید. حاجت به گفتن نیست که اگرچه آنتیوکوس اجباری علیه یهودی ها به منظور یونانیزه کردن آنان اعمال نمی کرد اما به هر حال جهتگیری جدید حکام یونانی بر دامنه مناقشات فکری و عقیدتی که میان یهودی های معتدل و میانه رو از یک سو و یهودی های اصولگراتر و بنیادگراتر به وجود آمده بود می افزود. فرمان جدید یونانی فلسطین اکنون به جای در نیل در مصر در دمشق مستقر بودند که فاصله آن به مراتب کمتر از مصر بود. به همان میزان که فاصله فیزیکی میان مرکز قدرت با فلسطین کاهش پیدا کرده بود قابل تصور است که تلاشهای آنان در پیشبرد سیاستهایشان در جهت یونانیزه کردن یهودی ها نیز افزایش پیدا کرده بود در عین حال آنتیوکوس سیاست یونانیزه کردن را با یک درجه از همکاری با مقامات ارشد سیاسی و دینی یهود پیش می برد. اما جانشینان وی نتوانستند آن تعادل و مسلحت اندیشی او را تداوم ببخشند. در 175 قبل از میلاد نخستین جانشین وی به نام انتیوکوس اپیفینس سیاست یونانیزه کردن را در صدر برنامه هایش قرار داد. جدای از انگیزه های فرهنگی و تمدنی دلیل فوری و فوتی تر پادشاه جدید در شتاب بخشیدن به سیاست یونانیزه کردن ظهور یک قدرت رقیب جدید بود یونانی ها به تدریج متوجه قدرت نظامی جدیدی می شدند که همچون خود آنان از غرب یعنی از اروپا به راه افتاده بود قدرتی که ما آن را به نام روم یا امپراتوری بزرگ روم میشناسیم که قریب به هزار سال بر تمامی اروپا خاورمیانه و شمال آفریقا فرمان روائی کرد رومی ها موفق شده بودند تا در همان ابتدای ظهورشان یکی از نگینهای امپراتوری یونان یعنی مصر را از آن خود نمایند واکنش یونانی آن بود که برای رویارویی با قدرت جدید آنان میبایستی روند یونانیزه شدن را هرچه بیشتر شتاب و گسترش بخشند. زم آنان یونانیزه کردن امپراتوری باعث وحدت، یکپارچگی، انسجام و در نتیجه قدرت و اقتدار آنان در برابر روم میشد. بنابراین جدای از ملاحظات جهانبینی، آرمانی و ایدئولوژیک گسترش فرهنگ و تمدن یونانی در امپراتوری یونانی ها از جمله در فلسطین در برگیرنده یک هدف فوری و فوتی تر برای تقویت قدرت نظامی آنان به شمار می آمد. هنوز به قدرت نرسیده بود که سیاست یونانیزی کردن را در فلسطین با آهنگ بیشتری به شتاب به اجرا درآورد. استراتژی جدید حکومت به تب باعث نزدیکی یونانی ها با یهودی های میان رو می شد. اما او اونیاس سوم بالاترین مقام مذهبی یهودی ها را که بیشتر تمایل به تندروهای یا اصولگرایان داشت را معزول نموده و به جای وی جیسون را که در حقیقت نام یونانیزه شده جاشوا ابری می باشد را منصوب نمود برخلاف اونیاس جیسون به اصلاح طلبان نزدیکتر بود حاجت به گفتن نیست که این اقدام و سیاست جدید چگونه بر تضاد و اختلافات میان یهودی های و متعصبتر و یهودی های میان روتر دامن میزد. چهار سال بعد در سال 171 قبل از میلاد، امپراتور مجددا دست به تغییر رهبری مذهبی یهودی ها زد. جیسون را از نموده و به جای او من لادوس را منصوب نمود. من لادوس حتی از جیسون به میان روها نزدیکتر بود جدای از این تغییرات آنتیوکوس تلاش کرد تا یک سری سیاست های بسیار شداد و قلاز یونانیزه کردن را در قلب بیت المقدس به اجرا گذارد تصمیمات و سیاست که از نظر یهودیها، حتی یهودی های میان رو هم عملا کفر تلقی می شدند. مجسمه های تمام قد و نیمتنه های اوریان زن و مرد خدایان و اساتیر یونانی که اعضای تناسلی آنان را هم به نمایش گذارده بود و بعضا نیز در حال اجرای عمل جنسی بودند در قلب معبد یهودی ها به دستور حکومت نصب شدند علما و رهبران مذهبی یهودی را مجبور کرد تا لباس سنتی خود را کنار گذارده و به جای آن البسه و یونیفرم های یونانی به تن نمایند بعد نوبت به اجراع نمایش های اساتیری یونان باستان رسید که در آن جوانان زیباروی پسر در حالی که کاملا لخت بودند به اجراع نقش می پرداختن. مقامات رسمی یهودی از جانب حکومت به مراسم و عبادات بتپرستان اعزام می شدند. حکومت یهودی ها را مجبور نمود تا مجسمه آنتیوکوس را در بیت المقدس و درون معبد نصب نمایند و بالاخره حکومت حکم بر تعلیق قوانین دینی یهودیان صادر نموده و قوانین یونانی را جایگزین آن نمود حاجت به گفتن نیست که این اقدامات چگونه باعث خشم و انزجار عمیق و گسترده یهودی از جمله بسیاری از یهودی های اصلاح طلب و میان رو شده بود. یهودیان معترض و مخالف و یونانی ها به تدریج حالا در حیبت یک جنبش بزرگ اعتراضی در می آمدند. این جنبش در تاریخ یهودیت به نام نهزت حسیدین ها معروف شده. همانند جملگی جنبش های اعتراضی اجتماعی حسیدین ها نیز در انتظار جرقی یا بهانهای برای تقیان یا انفجار بودند. شایعی در بیت المقدس شکل میگیرد مبنی بر اینکه که آنتیوکوس در نبردی با رومی ها در مصر زخمی و کشته شده است. هیچ کس منتظر تایید این خبر نمینشیند. دستجات خشبگین یهودی در نخستین حرکتشان به سمت معبد مقدسشان در بیت المقدس به راه میافتند. آنان نخست یهودی های میان رو یا اصلاح طلب و متحدین یونانی ها را که همچنان بر روی مواضع یونانی یونانیزه کردند، اصرار میورزیدند بدون درنگ از میان میبرند. سپس به سراغ مجسمه های خدایان اساتیری و هر نوع سمبل فرهنگ و تمدن یونان رفته و در جریان یک پاک زدایی اساسی جملگی را همچون زباله از معبد به بیرون میریزند به فاصله چند روز حسیدین ها کنترل بخش قابل توجهی از یهودیه را به دست گرفته بودند اما پیروزی یهودی ها در نیمه را متوقف می گردد. خبر کشته شدن آنتیوکوس شایعه بیشتر نبود او نه تنها صحیح و سلامت بود بلکه با خشم و غضب زاید الوصفی آزم بیت المقدس می شود لشکرکشی او به مصر علیه رومی ها نه تنها به جایی نرسید و او دست از پا دراستر مجبور به بازگشت شده بود بلکه اخبار مربوط به تقیان یهودی ها همچون نمک بر روی زخمای ناکامی نظامیش پاشیده می شدن. نیروهای پادشاه خشمگین پس از ورود به بیت المقدس بیش از ده هزار یهودی را از دم شمشیر گذراندند. پروازه هست که در آن اوضاع آشفته مجالی برای پرسش از عقاید آنان نبود که چه میزان مخالف یونانیزه شدن بودند و چه میزان تعلق خاطر به یهودی های میان رو و متمایل به یونانیزه شدن داشتند. چه کسی جز فاریزی ها بود و چه کسی در زمره حاسیدین ها او سپس دستور داد مجسمه های اساتیر یونانی مجددا در معبد مقدس یهودی ها در بیت المقدس نصب شود اقدام بعدی وی بر کناری تمامی رهبران مذهبی یهود و انتصاب گروهی دیگر که نزدیکتر به یونانیزه شدن بودند انجام گرفت و بالاخره او بود پرستان را تشویق کرد که به بیت المقدس آمده و در آنجا ساکن شوند اگر ابعاد انتقام گیری آنتیوکوس در همانجا متوقف شده بود ممکن بود التیام و آرامش به یهودیه بازگردد اما غرور و احساسات آنتیوکوس و بزرگان یونانی به شدت از آنچه در یهودیه اتفاق افتاده بود جریحهدار شده بود قیام یهودیان عملا نشان میداد که قریب به 150 سال تلاش در پیش برد پروژه یونانیزه کردن یهودیان در تجزیه و تحلیل نهایی خیلی نتوانسته بوده یهودیان را به شهروندان سکولار یونانی تبدیل نماید شاید اگر انتیوکوس آنقدر با قیز و قذب و خشم و کین به یهودی ها متوجه میشد که اتفاقا یونانیزه کردن چگونه تأثیر و تأثیرات مهمی در آرا و اندیشه ها و حتی رفتارها و هنجارهای اجتماعی یهودیا اتفاقا به وجود آورده بود اما او تیشه برداشته و به سمت قطع مذهب یهودی ها رفته بود فلواقع واکنش او به قیام یهودی ها نه تنها بر خشم و نفرت یهودی ها از حاکمیت یونانی ها دامن میزد بلکه سبب میشد تا بسیاری از یهودی های میان رو نیز به مخالفین بپیوندند سیاست های ضد یهودی حکومت آنان را وادار میکرد که میان حذف کامل مذهبشان از یک سو و پیوستن به جنبش اعتراضی یکی را انتخاب کنند حاجت به گفتن نبود که میان از بین رفتن مذهبشان از یک سو و پیوستن به نیروهای مخالف که بسیاری از آنان بلقوه رادیکال و تندرو بودند آنان کدام یک را مجبور بودند انتخاب نمایند انتخابی که عملا یونانی ها بر آنان تحمیل کرده بودند اقدامات بعدی آنتیوکوس سبب می شود تا اصولا هر یهودی هر قدر هم که یونانیزه شده و نزدیک به یونانی ها شده بود عملا چاره نداشته باشد الا اینکه به جنبش اعتراضی بپیوندد او برای اینکه درس عبرتی به یهودی ها بدهد پس از بازگشت به مقر حکومتش در دمشق طی فرمانی تعطیلی روز شنبه را که قرنها نماد و سمبل تقدس مذهب یهودیت شده بود را ممنوع کرد به این نیز بسنده نکرد و ختنه کردن را هم ممنوع اعلام نمود این دو تصمیم به همراه تصمیمات دیگری که در بیت المقدس علیه یهودیا اتخاذ کرده بود فلواقع به مسابه اعلان جنگ علیه یهودی ها بود صرف نظر از آنکه گرایشاتشان در کدام جهت بود جنبش خاسیدین ها که بعد از کشتار بیت المقدس آسیب بسیاری دیده بود اکنون با تصمیمات جدید حکومت صاحب خون تازه می شد مجددا و با همانند همه جنبش های اجتماعی و اعتراضی دیگر یهودی های من... معترض منتظر جرقه و بهانه بودند بهانه نیز به زودی فرا رسید در راستای سیاست های ریشکن ساختن یهودیت در فلسطین یکی از مقامات ارشد یونانی از یکی از رهبران یهودی میخواهد تا در داخل کنیسه مراسم قربانی را برای یکی از خدایان یونان انجام دهد روحانی سالخورده به جای تسلیم شرک شدن مقام یونانی را از پای در می آورد. نام آن روحانی متاتیاس و تعلق به یکی از خاندانهای سرشناس روحانی یهودی به نام حاسمونیان ها بود آنتیوکوس مجددا مجددن در صدد انتقامگیری و تنبیه یهودیان برمیآید. به همین منظور شماری از نیروهای زبده خود را برای دستگیری متاتیاس اعزام می دارد. اما یهودیان در مقام دفاع از وی برمیآیند و شکست سنگینی بر نیروهای زبده آنتیوکوس وارد, ساختند. این حرکت در تاریخ یهودیت به نام قیام مکابی ها معروف گردید. و رهبر آن نیز به دست متاتیاس و پنج فرزندش قرار گرفت این سرآغاز یک دوره طولانی جنگ‌های خشونتبار بود که شاید بتوان از جهاتی آن را نخستین جنگ مذهبی دانست به این معنا که انگیزه اصلی یهودیان دفاع از اعتقادات و حفظ و حراست از دینشان در برابر یونانیان بود که عملا در صدد ریشکن ساختن آن برآمده بودند برای نخستین بار در جریان یک جنگ هزاران نفر داوطلبانه جان خود را نه برای دفاع از خاک یا فتح سرزمین دیگر یا به دست آوردن قناعم و اسیر یا انتقام گیری بلکه برای حفظ و حراست از دینشان فدا می کردن پدیده ای که نه تنها برای یونانیان که برای قدرت های دیگر نیز ناشناخته بود آنتیوکوس که هنوز به سرشت آن قیام و روحیه ستیز جویانه یهودیا پی نبرده بود لشکری از زبده ترین نیروهایش را برای سرکوب مکابی ها از دمشق به بیت المقدس اعزام می دارد. آن سپاهیان نیز کاری از پیش نبرده و متحمل شکست سنگینی شدند این بار خود آنتیوکوس در رأس نیروی عظیم رهسپار سپار بیت المقدس کردید او آنقدر به نتیجه آن نبرد یقین داشت که خیلی عظیمی از تجار برده فروش را با خود به همراه آورده بود تا بسیاری از یهودی ها را پس از شکست به عنوان برده به آنان بفروشد آن چانتیوکوس هنوز بدان پی نبرده بود آن بود که او با یک ارتش یا قوای نظامی کلاسیک طرف نشده بود او با یک ملت و یک کشور طرف شده بود حکایت آن نبرد تاریخی به نوعی همانند لشکرکشی صدام حسین در سال 1359 به ایران بود حاصل کار باور نکردنی بود سپاهیان نیرومند یونانی به رهبری آنتیوکوس به دست مردمی عادی که ارتشی نداشتند تارمار شدند سال 164 قبل از میلاد که در آن این نبرد تاریخی رقم خورد بدل به یکی از اعیاد بزرگ یهودیت گردید مکابی ها پس از شکست آنتیوکوس تمامی آثار یونانی اهم از مجسمه ها تصاویر خدایان و غیره را از معبد بیت المقدس به دور ریختند. یهودی این واقع را هر سال به نام عید بزرگ هنوکا جشن گرفته و یکی از تعطیلات و اعیاد رسمیشان می باشد. آنتیوکوس اگرچه شکست سنگینی را متحمل شده بود اما به هیچ روی حاضر به پذیرش آن و دادن استقلال به یهودی ها نبود جدای از احساسات شخصی و حس انتقامگیری از یهودی ها علت مقاومت یهودی ها روشن بود اگر فلسطین از امپراتوری خارج شده و به استقلال می رسید احتمالا اقوام و ملیت های دیگر نیز خواهان استقلال و پیمودن همان مسیر می شدن. بنابراین پس از تجدید قوا مجددا راهی فلسطین شد از زمانی که متاتیاس یا مکابی ها دست به قیام زدند تا زمانی که آنان موفق به کسب استقلال کامل از یونان شدن 25 سال طول کشید 25 سالی که در بخش اعظم آن یهودی ها با یونانی ها سرگرم پیکار بودند در طی آن 25 سال هر چهار فرزند متاتیاس در جنگ با یونانی ها کشته شدند فرزند پنجم وی که به نام سایمون بود نهایتا در سال 142 قبل از میلاد با فرزند آنتیوکوس که به نام آنتیوکوس پنجم جانشین پدر شده بود قرارداد ترک مخاسمه میبندد توافقی که عملا به معنای استقلال یهودیه یا فلسطین بود فلواقع یهودیه یا کشور اسرائیل به معنای سرزمین یهودیا پس از چهارصد و چهل سال که از ازمهلال آن توسط بابلی ها به فرماندهی بخت و نصب میگذشت مجددا پای به عرصه وجود گذاشته بود بروز مناقشات مذهبی میان یهودی ها در دور دوم حاکمیتشان بر فلسطین و طبعات آن بر سقوط کشور دوم یهود همانطور که دیدیم حرکت ها و اعتراضات مردمی که نهایتاً بر حاکمیت یونانی یا بر یهودیا در فلسطین پایان بخشید و موجب پیدایش دور دوم حاکمیت مستقل یهودی ها در این سرزمین گردید در ابتدا جنبشی مذهبی بود یا درستتر گفته باشیم یک جنبش مذهبی اعتراضی بود اگرچه در این جنبش به مرور زمان رگه های از ناسیونالیزم و استقلال طلبی هم وارد شده بود اما اصل جنبش همچنان مذهبی باقی ماند و همانطور که دیدیم رهبران این جنبش که در حیبت دودمان مکابی ها به قدرت رسیدند هم رهبران دینی بودند یعنی در جایگاه بالاترین مقام مذهبی رسمی یهودیت قرار داشتند و هم در این حال رهبر و فرمانروای سیاسی کشور یهود هم به شمار می رفتند دیدیم که اصر مکابی ها در حقیقت اصر منازعات و مناقشات عمیق و شدید مذهبی بود منازعاتی که دیدیم بعضن به خشونت و جنگ های داخلی می کشید و نهایتا نیز ابعاد این درگیری ها و جنگ های داخلی آنقدر گسترده شد که کشور مستقل یهود را از درون متلاشی کرد در قلب این منازعات یا مرکز سقل این منازعات در حقیقت رویارویی میان دو جریان عمده عمده یهودیا بود یهودیت سنتی محافظه کار بنیادگرا یا اصولگرا در یک سو و یهودیت یونانیزه شده در سوی دیگر مجادلات دینی که ظرف آن هشتاد سال در عمق جامعه یهودیت و میان این دو اردوگاه در جریان بود جامعه دینی و به طبع آن کل جامعه را به سه جریان عمده تقسیم کرده بود از منظر جامعه شناسی اقشار و لایه های مرفه تر جامعه که در میان آنان شماری از خاندان های برجسته و سرشناس روحانی با قدمتی تاریخی و طولانی هم قرار داشتند تمایل به یهودیت یونانیزه داشتند دست کم یک دلیل تمایل آنان به یهودیت یونانیزه آن بود که حاکمیت یونانی ها به تبع مدافع و مروج این روی کرد بود این اخشار نیز که جملگی نزدیک و بعضا درون حکومت بودن طبیعتا به این روی کرد تمایلشان بیشتر بود به علاوه برای اخشار و لایه‌های مرفهتر جامعه رویکرد معتدل و میان رو به شریعت مطبوع تر بود تا رویکردهای بنیادگرایانه و سختگیرانه یهودیتی که بیشتر در میان اقشار و لایه‌های فرودستر جامعه طرفدار داشت این جریان در تاریخ یهودیت به نام سادوسی معروف است جریان دوم به نام اسنس ها معروف شدن وچه قالب آنان فاصله گرفتن از سیاست و حکومت و منازعات سیاسی بود در عوض آنان تمایل بیشتری به بررسی مطالعه و سرگرم شدن به اصول شریعت یهودیت داشتند عبادت و نگاه آن دنیای اسنس ها ممیزه دیگر آنان بود جدایی از سیاست و امور این دنیایی تنها وجوه ممیزه اسنس ها نبود ایده دیگر آنان عبارت بود از منجیگرایی و در انتظار یک مسیح یا یک منجی بودن که یهودیت را هدایت نموده و نجات دهد بعدها خواهیم دید که با ظهور حضرت عیسی مسیح علیه السلام بسیاری از آنان به سمت و سوی مسیحیت رفتن دنیا گریزی آنان مبین آن است که طرفداران این روی کرد نمی توانستن از اخشار و لایه های مرفه جامعه و مسئولین حکومتی بوده باشند. در این حال روحیه سلیم و میان روی آنان حکایت از آن می نماید که خیلی هم از اخشار و لایه های پایین جامعه نبودند جریان سوم به نام فاریزی ها مشهورند این جریان بیشتر آرمانگرا خواهان اجرای تمام و کمال احکام شریعت مخالف سرسخت یونانیزه شدن مخالف برداشت های تعقل و اصلاح طلبانه از شریعت و پایبند سفت و سخت به رعایت جز به جز قوانین دینی بودند. از منظر جامعه شناسی نیز بیشترین طرفداران آنان از اخشار و لایه های کم درآمدتر جامعه و مردمان معمولی بودند آنان با اسنس ها مخالفت جدی نداشتند الا اینکه دنیاگریزی و گرایش زیاد آنان به عبادت و امور آن دنیایی شریعت خیلی باب طبعشان نبود اما برعکس اسنس ها مخالف جدی سادوسی ها بودن علت مخالفت نیز بر سر میزان یونانیزه شدن بود برخی از اعتقادات و برداشت های میان روانه یهودیها در قالب یونانیزه شدن از دید اسنس و فارزی ها عملا به مسابه خروج از دین تلقی می شد. در طی حاکمیت خاندان مکابی ها این سجریان بلعخز سادوسی ها و فارزی ها دوام در پیکار سیاسی در گیری های حتی بعضا نظامی تشکیل اعتلاف و شرکت در پیمان ها و اتحادهای مختلف علیه یکدیگر و توطعه و دسیسه چینی بر ضد یکدیگر بودند. فارزی ها به لحاظ عددی زیاد بودند، اما قدرت و ثروت در دست سادوسی ها بود این جامعه شناسی پیشیده را در بهترین شکلش می در خاندان روحانی مکابی که به نام حاسمونیان ها بودند مشاهده نمود در میان روحانی وابسته به این خاندان هم سادوسی ها هم فارزی ها و هم اسنس ها را می توان ملاحظه نمود سرانجام نیز اختلاف و منازعات میان سادوسی ها و فارزی ها در رأس حکومت مقدمات از محلال استقلال دوم سرزمین یا کشور یهودی ها را رقم زد پس از فوت الکساندر جانواس در هفتاد و هشت قبل از میلاد همسرش آلکساندر آسالومه به قدرت رسید از میان تمامی رهبران مکابی او را به درستی میبایستی شایسته ترین توصیف نمود مهمترین ویژگی آن ملکه در این بود که تلاش نمود تا حکومت را تا حدودی از شر اختلافات و درگیری های دینی دور سازد از وقت بعد یهودیا طول مدت حکومت آن بانوی فهیم بسیار کم بود از 78 قبل از میلاد تا 69 قبل از میلاد رقم رغم آنکه او 9 سال حکومت نمود اما این 9 سال به نام دوران طلایی معروف شده است او تلاش کرد با یک نظام آموزش اجباری هم برای دختران و هم پسران ایجاد نماید تلاشهای او سبب شدند تا میزان بیسوادی در میان یهودیان بسیار کاهش پیدا کند امری که در طول تاریخ بشر برای نخستین بار بود که اتفاق می افتاد او اگرچه تلاش کرد تا درگیر رقابتها و اختلافات دینی نشود اما به تعبیری میتوان گفت که این ستیزه های دینی بودند که به سر وقت وی رفتند. الکساندرا در اصل تعلق به خاندان یا به جریان فاریزی ها داشت. اگرچه هیچ سیاست جانبدارانه ای را به نفع فاریزی ها اعمال نکرده بود اما سادوسی ها به دنبال انتقام کشتار همکیشانشان بودند که در زمان همسر الکساندرا اتفاق افتاده بود از آنجا که ملکه نمی توانست سمت رهبر دینی را احراز نماید بنابراین الکساندرا پسر ارشدش هیرکانوس را که نیز تمایل به فارزی ها داشت را به مقام رهبر دینی منصوب نمود پس از مرگ مادر هیرکانوس جدای از رهبر دینی خود را جانشین مادر نیز اعلام می کند از نظر برادرش آریستوپولوس سلطنت و فرمانروایی حق او بود چون برادرش از طرف مادر صرفا رهبر مذهبی اعلام شده بود و در نتیجه ولیعهدی به او میرسید اختلاف میان دو برادر بر سر پادشاهی البته نه برای نخستین بار بود که اتفاق میافتاد و نه یهودیها تنها مردمانی بودند که با چنین پدیده رو رو شده بودند. اما آنچه که وضعیت آنان را پیچیده می نمود آن بود که یک برادر یعنی هیکرانوس فاریزی بود در حالی که برادر دیگر آریستوپولوس سادوسی بود به عبارت دیگر رقابت دو برادر بر سر قدرت تبدیل شد به جنگ داخلی میان دو فرقه اصلی یهودی ها. با توجه به مجموعی آنچه که پیرامون ستیزهای مذهبی در عصر مکابی ها گفته ایم حاصل این رویارویی یک جنگ جدید تمام ایار داخلی بود سادوسی ها که از قدرت بیشتری برخوردار بودند، هیکرانوس را نه تنها از سلطنت که از رهبری مذهبی هم برکنار کردند. اما هیکرانوس حاضر به واگذاری قدرت نبود او فارزی ها و دیگران را به کمک طلبید و برای چندمین بار جنگ داخلی شدیدی میان یهودی ها در گرفت جنگی که در پایان آن هیکرانوس توانست برادرش را شکست دهد و مجددا قدرت را به دست آورد این بار آریستوپولوس و سادوسی ها بودند که حاضر به پذیرش شکست نبودند آریستوپلوس برای انتقام از برادر و به دست آوردن تاج و تخت متوسل به قدرت جدیدی شد که به تدریج وارد منطقه شده بود قدرتی که به تازگی توانسته بود یونانی ها را در سوریه شکست داده قبلا در مصر شکست داده بود و نیروهایش را در مرز سوریه و فلسطین مستقر نماید این قدرت جدید همانطور که پیشتر گفتیم امپراتوری روم بود رومی ها که به هر حال دیر یا زود بر فلسطین حمله ور می شدن، پیشنهاد کمک به آریستوپولوس را با کمال میل پذیرفته و هیکرانوس را تهدید کردند که یا از سلطنت کنارگیری کرده و یا آنکه خود را برای جنگ آماده کند جنگی که حاصل آن به وضوح برای فاریزی ها به رهبری هیکرانوس روشن بود او قدرت را به برادر واگذار کرد و این بار نوبت هیکرانوس بود که خواهان حمایت پومپی سردار رومی برای بازگرداندن تاج و تختش شود رومی ها که ناتوانی حاکمیت یهودی ها را حالا به رأی العین می دیدن. نه به درخواست هیکرانوس و فارزی ها وقی نهادند و نه به درخواست آریستوپلوس و سادوسی ها. در سال 63 قبل از میداد پومپی وارد فلسطین شد و رسما دودمان مکابی ها را پایان یافته اعلام نمود. خلاصه فصل ششم کتاب تولد اسرائیل هر دو کشور یهودی که در نتیجه تجزیه امپراتوری بزرگ حضرت داوود و حضرت سلیمان ظهور کرده بودند به دست قدرت های نیرومندی که از بین و نهرین می از میان رفتند کشور شمالی یا اسرائیل در 722 قبل از میلاد به دست آشوری ها و یهودیه یا کشور یهودی جنوبی در 586 قبل از میلاد به دست بابلی ها از میان رفتند. به علاوه هم آشوری ها و هم بابلی ها یهودی ها را از هر دو کشور به طور کامل تبعید کرده و آنان را به بین و نهرین آوردن. اگرچه که پایان هر دو کشور مثل یکدیگر بود اما یک تفاوت بنیادی تاریخی میان آنان به وجود آمد. یهودی های شمالی که عمدتا در برگیرنده ده قبیله بنی اسرائیل می شدن در تبعید به تدریج استحاله شده و از میان رفتن. برعکس یهودی های شمالی، یهودی های جنوب نه تنها در جوامعی که تبعید شده بودند استحاله نشدند، بلکه اعتقادات دینی آنان بسیار استوارتر و پررنگتر گردید. از نظر اقتصادی آنان توانستند از رونق تجاری و اقتصادی منطقه بین النهرین استفاده نمایند. تبعید اجباری یهودیا به بین النهرین نیم قرن بیشتر دوام نیاورد. در 538 قبل از میلاد، بروش پادشاه بزرگ هخامنشی توانست بابلی‌ها را شکست داده و به دنبال آن سرزمین فلسطین را هم به اشغال درآورده و نهایتا مصر، لیبی، شمال آفریقا و بخشهایی از جزایر یونان را هم زمیمه امپراتوریش بنماید. رفتار کوروش درست نقطه مقابل آشوری ها و بابلی ها بود. او با صدور فرمانی یهودی ها را از تبعید آزاد نمود. و به آنان اجازه داد که چنانچه خود بخواهند می توانند به سرزمینشان در فلسطین بازگردند. بسیاری از یهودی ها اما اصراری بر بازگشت به سرزمین مقدس نشان ندادند. ضمن آنکه گروههایی هم در چند نوبت بازگشتند. جدای از آزاد گذاشتن یهودی ها به بازگشت کوروش اجازه داد تا آنان مجددا معبدشان را در بیت المقدس بسازند تصوری که ممکن است داشته باشیم بسیاری از یهودی که حاضر به بازگشت نشدند و در ایران و بین النهرین باقی ماندن به تب شرایط زندگی از جمله وضعیت خوب تجاری که آنان از آن برخوردار بودند به تب مانع میشد که اصراری بر بازگشت به یهودیه و بیت المقدس داشته باشند از نظر فرمانروایی نیز ایرانیان مستقیما بر سرزمین فلسطین حکومت نمیکردند بلکه در اکثر موارد یکی از رهبران دینی و بزرگان یهودی ها از طرف شاهنشاه ایران به فرمانروایی یهودی منصوب میشد اما اوزا و روابط نسبتا آرام و مطلوب قریب به دو قرن بعدش به هم ریخت یک بار دیگر قدرت جدیدی وارد سرزمین فلسطین شد بر خلاف قدرت های قبلی که جملگی از شرق بودند اشغالگران جدید این بار از غرب یا مدیترانه می آمدن. البته سرزمین فلسطین مجددا از جانب شرق و جنوب در زمان اسلام در قرن هفتم میلادی به اشغال درآمد اما آمدن قدرتی از غرب برای نخستین بار بود که اتفاق می افتاد. تعولی که بعدا خواهیم دید به دفعات باز هم اتفاق افتاد و قدرت های دیگری هم از مدیترانه و اروپا به فلسطین آمده و آنجا را به اشغال خود درآوردند. قدرت جدید که توانسته بود سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورد یونانی ها بودند. آنان به فرماندهی یک جوان 22 ساله‌ای که از نظر نظامی و جنگیدن بدون تردید یکی از نوابق اصل خودش بود توانستند به سرعت تمامی شرق را به تصرف درآورند نیروهای اسکندر مقدونی فاتح بزرگ یونانی در 332 قبل از میلاد ایران تمامی خاورمیانه شمال آفریقا آسیای صغیر و بخشهایی از اروپای مرکزی را برقاسا گرفتند اسکندر در سن سی, سی سالگی فوت شد و عملا امپراتوری عظیمش در مرحله ازمهلال قرار گرفت اسکندر عمود وسط خیمه بود که ظرف ده سال از میان رفته بود بر امپراتوری وسیع وی نیز علالقاده همان میبایستی میرفت که بر سر امپراتوری های عظیم دیگر در طول تاریخ رفته بود. اما جانشینان اسکندر به گونه عاقلانه آن امپراتوری عظیم را میان خود تقسیم کردند. هر یک از سفرمانده اصلی اسکندر فرمانروای بخشی از امپراتوری وی شدند. سرزمین فلسطین شامل فلسطین و مصر به پتولومی رسید. خاندان پتولومی مجموعا 130 سال یعنی تا دویست قبل از میلاد بر فلسطین و مصر حاکم بودند اما این 130 سال درست برعکس دویست سال حاکمیت ایرانی ها همچون زلزله جامعه یهودیت را به لرزه درآورد آشوری ها بابلی ها ایرانی ها و دیگرانی که سرزمین فلسطین را تصرف کردند و یهودی ها را مطیع نمودند رابطه اشان با یهودی ها مشخص بود اگر مقاومت میکردند آنان را سرکوب میکردند و اگر مطیع بودند میگذاشتند تا به زندگی و دین و آیینشان ادامه دهند به بیان دیگر اشغال سرزمین فلسطین مشکل آسیب و تأثیری بر روی دین و آیین و اعتقادات یهودی ها نمیگذاشت اما در مورد اشغال یهودی ها توسط یونانی ها این گونه نشد فلسفه جهانبینی باورها ادبیات هنر و دانش سبک و سیاق آداب و سنن راه و روش و در یک کلام فرهنگ و تمدن غنی یونان همچون زلزله نیرومند یهودیت را به لرزه درآورد جدای از فلسفه اعتقادات و جهان بینی بسیاری از جنبه های زندگی روزمره و آداب سنن یونانی ها نیز در تضاد و تقابل کامل با باورهای یهودیت بود ادبیات شعر موسیقی مجسم سازی تئاتر کاباره و های تفریحی فرهنگ برهنگی یونانیان در قالب مجسمه ها و نقاشی هایشان پیرامون خدایان اساطیریشان آمیزش آزاد روابط جنسی و بسیاری از جنبه های دیگر فرهنگ جدید که یونانیان با خود آورده بودند در تضاد کامل با بنیان های یهودیت قرار می گرفت. در این حال برخلاف فرهنگ ها و تمدن های اشغالگران دیگر فرهنگ و تمدن پیشرفته یونان باستان برای یهودیها از جذابیت برخوردار بود یا دست برای بسیاری از یهودی ها از جذابیت برخوردار بود آرا و اندیشه های فلسفی نگاه به اخلاق به ماورا و طبیعه به عدالت و بسیاری از جنبه های دیگر تمدن یونان برای بسیاری از یهودی های باسوادتر و حتی برخی از مسئولین و رهبران دینی یهودیت جالب و اسباب کنجکاوی آنان را برانگیخته بود به همان میزان که جنبه های اجتماعی زندگی یونانیان برای شماری از جوانان و یهودی های عادی جذابیت پیدا کرده بود به تب قابل تصور است که به همان میزان که شماری از یهودی ها گرفتار وسوسه رفتارهای اجتماعی و جهانبینی اعتقادی یهودیان شده بودند در جهت مقابل بسیاری از یهودیان مؤمن متدینتر و معتقدتر از رهبران مذهبی گرفته تا یهودی های عادی با خشم با آنچه که یونانی ها با خود آورده بودند مینگریستند. و به طب قابل تصور است که شماری از یهودی ها هم در میانه این دو گروه قرار گرفته بودند. آنان ضمن آن که همچنان بر روی یهودیت باقی مانده بودند، جرعهایی از باده یونانیت را هم مزمزه کرده بودند. تأثیر فرهنگی و اجتماعی یونانیان یا هلنیزه شدن یک روی سکه تعامل میان یهودیت با یونانیان بود. روی دیگر سکه نگاه اشغالگران جدید به یهودیت بود. در مجموع بایستی گفت که اساسا نگاه یونانی ها از جمله بسیاری از فرماندهان و فرمان روایان یونانی به شرق و مشرق زمینی ها از جمله یهودی ها نگاهی آکنده از تغییر و از بالا بود. آنان بسیاری از مشرق زمینی ها را وحشی و زندگی و اعتقاداتشان را توحش می پنداشتن. این دید از جمله شامل یهودی ها و بسیاری از آداب و سنن و اعتقادات آنان می شود. از جمله عمل خطنه کودکان پسر در نخستین هفته تولد از نظر یونانیا یک وحشیگری کامل بود که قطعی از گوشت بدن طفل تازه متولد شده را با چاقو ببرند. امتناع از خوردن برقی از خوراکی ها ازدواج میان خود و بسیاری از سنجارهای دیگر یهودیها، از نظر یونانیها دست کمی از بربریت و توحش نداشت. گسترش یونانیت یا هلنیزه کردن اقوام و مدل متوحش تحت امرشان را بسیاری از یونانیها مترادف با گسترش تمدن پیشرفت و مبارزه با توحش حاکم در شرق میپنداشتند حاجت به گفتن نیست که تلاش آنان در جهت یونانیزه کردن یونانی ها چگونه با مقاومت و مخالفت یهودی های مومنتر و معتقدتر و اصولگراتر قرار می گرفت. البته همه 120 سال حاکمیت یهودی ها را نمی بایستی در رویارویی فکری عقیدتی و اجتماعی میان یهودیت و یونانیت خلاصه نمود. آمدن یونانیان به فلسطین از بسیاری جهات تأثیرات مهمی بر یهودیت گذار. اولا برقی از آرا و اندیشه های یونان باستان از آرا و عقاید و جهانبینی فلسفی و متافیزیکی گرفته تا اخلاق، ادبیات و هنر بر آرا و اندیشه ها و جهانبینی یهودیت تأثیرات بلند مدتی گذاردن. آرا یونانیا از طریق یهودیا چند قرن بعد که یهودیا توسط رومی ها به اروپا تبعید شدند به این قاره انتقال یافت. دستیابی یهودیا به علوم ریاضیات و پزشکی غنی یونان جنبه دیگر آشنایی یهودی ها با یونانی ها بود. بسیاری از یهودیان متوجه شدند که فراگیری زبان یونانی همچون کلیدی آنان را مجهز به دستیابی به گنجینه گرانبهایی می نماید. از ادبیات، شعر، هنر و فلسفه یونانی گرفته تا رشته های مختلف علمی همچون تاریخ، پزشکی، ریاضیات و سایر شاخه های علوم. به فراگیری زبان یونانی آنان را قادر می تا به مشاقل مهم حکومتی هم در این حال دست یابند. چه در مقاطعی که یونانی ها بر یهودی ها حکومت می کردن و چه در مقاطعی که از مقر حاکمیت مستقر یونانی ها در مصر یا دمشق یکی از رهبران یهودی به فرمان روایی منصوب می شد اما در نهایت کفه درگیری و رویارویی میان یونانی ها و یهودیا منظما رو به افزایش هلنیزه شدن باعث به وجود آمدن طیفی از یهودی های مخالف و موافق با یونانی ها شده بود یهودی هایی که بیشتر تحت تأثیر فرهنگ و تمدن یونانی قرار گرفتند و به تعبیر امروزه غربی شدند و به تدریج به نام فاریزی ها مشهور شدند. فاریزی ها به هیچ روی البته یهودیت را کنار نگذاردند. همچنان که بسیاری از مسلمانان مدرن و متمایل به غرب هم امروزه اسلام را کنار نگذارده و علا رقم انتباق بسیاری از هنجارهایشان با سبک و راه و رسم غربی همچنان خود را مسلمان می دانند. در نقطه مقابل فارزی ها یهودی های متعصبتر معتقدتر که با هر جنبه از یونانیت مخالفت میورزیدند قرار داشتند که به نام سادوسی ها مشهور شدند. افزون بر این دو جریان اصلی یک جریان سوم هم به تدریج شکل گرفت به نام حاسیدین ها. اگر فارزی ها و سادوسی ها را معادل تندروها و مذهبیون افراطی بدانیم در آن صورت خاسیدین ها معادل ملیگراها یا ناسیونالیس های امروزی می شوند. ها معتقد بودند که ریشه منازعات و اختلافات عمیقی که میان یونانیان به وجود آمده در حاکمیت یونانیان است. تداوم حضور آنان بر فلسطین و در فلسطین و حاکمیتشان باعث می شود تا اختلافات عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در میان یهودی ها منظمن بیشتر و بیشتر شده و جامعه یهودیت از حالت یکدستی و انسجام به در آمده و تکه پاره شود. بنابراین برای توقف و اختلاف و منازعات دینی می به حاکمیت یونانیان پایان داده شود. از منظر مخالفت با حضور یونانی ها در فلسطین اتحاد نانوشته میان حاسدیان ها و سادوسی ها شکل گرفته بود. هر دو گروه در نقطه مقابل قاریزی ها قرار گرفته بودند که معتقد بودند علا رقم هلنیزه شدن و علا حاکمیت یونانی ها و فلسطین آنان می همچنان یهودی باقی بمانند. به طب هر زمان که فرمان روایان یونانی بر فلسطین بر سبیل میان روی بودند و چندان اصراری بر هلنیزی کردن یهودیان نداشتند و در زمینه های دیگر فرمان روایی همچون اخص مالیات و اعمال قوانین و مقررات نسبت به یهودیها تسامل و تسامح بیشتری نشان میدادند مقاومت و تنش میان یهودیها با رهبران یونانی به تب کمتر میشد و برعکس زمانی که فرمانروایان یونانی با قاطعیت و فشار بیشتری به دنبال هلنیزی کردن یهودیا برمیآمدند و با آثار و مظاهر یهودیت در میافتادند تنش و مخالفت با یونانی ها بالا می گرفت. از جمله این فرمان روایان آنتیوکوس اپیفینس بود که در 175 قبل از میلاد به قدرت می رسد. او انزجار عمیق نسبت به یهودیت داشت و از دید وی بسیاری از اعتقادات و مراسم یهودیت توحشی بیشتر نبودند. بنابراین از زمان به قدرت رسیدنش سیاست هلنیزه کردن اجباری را سعی کرد در فلسطین به اجرا در بیاورد. به دستور او مجسمه های تمام قد و نیمتنه های اوریان زنان و مردان خدایان و اساتیر یونانی که اعضای تناسلی آنان به نمایش گذارده شده بود و بعضا نیز در حال اجرای عمل جنسی بودند در قلب معابد یهودیها و در خود بیت المقدس معبد اصلی نصب شدند علما و رهبران مذهبی یهودی را مجبور کرد حکومت تا لباس سنتی مذهبی خود را کنار گذارده و به جای آن لباس یونانی به تن نمایند بعد نوبت به نمایش های یونان باستان در قلب بیت المقدس رسید که در آن جوانان زیباروی پسر در حالی که کاملا برهنه بودند به اجرای نقش می پرداختن. مقامات رسمی یهودی از جانب حکومت به مراسم بودپرستان اعزام می شدن. تعلیق قوانین دین یهود و جایگزین نمودن قوانین یونانی اقدام دیگر وی بود. سرانجام یهودیا به پا خواستند. نیروی اصلی قیام را حاسیدین ها تشکیل می دادن. و یکی از خاندانهای پرسابقه مذهبی یهود به نام مکابی ها در بیت المقدس رهبری قیام علیه یونانی ها را بر عهده گرفته بود. یونانی ها زده نیروی کمکی را از شام، سوریه برای سرکوب قیام یهودی ها اعزام داشتند. خشونت بیمهابای یونانی ها سبب شد تا حتی فاریزی ها هم به قیام بپیوندند. بدون تردید یونانی ها تصور نمی کردن که مخالفت و انزجار از آنان این چنین در فلسطین و در میان یهودیا ریشهدار شده باشد. اما واقعیت آن بود که سیاست های شداد و و در این حال بی نتیجه آنتیوکوس اپیفینس انزجار گسترده ای را در میان یهودیا به وجود آورده بود. در حقیقت قیام علیه یونانی ها به معنای کامل کلمه یک خیزش عمومی مردمی بود. شاید سخنی به اقراق نرود اگر گفته شود که برای نخستین بار در طول تاریخ بشر بود که یک مجموعی از انسانها وارد نبردی میان مرگ و زندگی شدند که نه برای به دست آوردن خاک بود و نه گسترش امپراتوری یا کسب قدرت و ثروت بلکه برای دفاع از دین و مذهبشان بود این قیام تاریخی در 164 قبل از میلاد با کشته شدن ده ها هزار یهودی همراه شد در تاریخ یهودیت به نام عید بزرگ یا هانوگا نام گرفته و هر سال به عنوان یکی از اعیاد و مراسم بزرگ یهودی ها سال روز این قیام جشن گرفته می شود. از زمانی که در 164 قبل از میلاد یهودی ها در بیت المقدس علیه یونانی ها قیامشان آغاز شد تا زمانی که نهایتا آنان توانستند به پیروزی کامل برسند 25 سال طول کشید. در طی این 25 سال آنتیوکوس اپفینس فوت نمود و فرزندش آنتیوکوس پنجم به قدرت رسید. در آن سونیز مکابی ها، خاندان مذهبی مکابی ها به همراه چهار پسرش در جنگ ها کشته شدند و نهایتاً پسر پنجم وی به نام سایمون مکابی موفق به انعقاد یک پیمان ترک مخاسمه با آنتیوکوس پنجم گردید. ترک ای که عملاً به معنای خروج یونانی ها، از سرزمین فلسطین بود. بدین ترتیب پس از چهار قرن و نیم از زمان سقوط بیت المقدس در زمان بخت و نصف در 586 قبل از میلاد یهودی ها مجددن توانسته بودند یک بار دیگر در سرزمین فلسطین دولتی مستقل تشکیل دهند.